در جنگ جهانی اول در 1915 1,800,000 ارمنی و آسوری جانشون را از دست دادن در حکومتی ترکیه اون موقعی که عثمانی بود. در همین ایران خود ما در سده 60 هزاران نفر در زندان‌ها بی‌گناه، حتی کسانی که طول عمر زندانیشون تمام شده بود، به جوخه اعدام سپرده شدن. اعدام در بسیاری از کشورها فاجعه آفریده. و اما یهودیان جهان هولوکاست رو همه ساله به یاد مردم دنیا میارن که چه جنایتی انجام شده. گاهی اوقات که به فیلمهاش نگاه میکنم میبینم که نمیتونه آدمی گریه نکنه، نمیتونه آدمی متاثر نشه. و اما در چند روز پیش، یعنی در همون روز پنجم ماه می، در پنجشنبه شب، مراسم ویژه‌ای در نیویورک بوده که در این مراسم سالانه ارزش‌های جهانی جامعه یهودی که یکی از مهمترین گرد همایی‌های بین‌المللی مربوط به یهودیان جهانه، یک جایزه ویژه‌ای به شاهزاده رضا پهلوی داده شد به خاطر ارزش‌هایی که ایشان برای صلح، برای انسانیت و برای ملتش قانع است و کوششی است که در این سالها او برای این کارها کرده. این صحبت کوتاه شاهزاده رو براتون پخش میکنم. قبل از اینکه با مهمان عزیزم آقای جورج هارونیان که فعال هستند در کار مذهبی و دوستان عزیز من هستند در این باره صحبت بکنیم، اجازه بدید که من یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به کشتار ارامنه. خیلی کوتاه. گاهی اوقات من نمیتونم تا آخر این ویدیوها رو نگاه بکنم، ولی کوتاه نگاه میکنیم و ببینید که چه بوده که امروزه جهان این گونه راجع بهش صحبت میکنیم. هولوکاست، جنگ جهانی دوم در آلمان و ظلمی که به بشریت شد، با هم نگاه میکنیم. And the fellows that went into the other barracks came away just shocked, some of them very, very sick. The hospital, there were people dying, just thick, and people couldn't get out of their bunks, and people in terrible condition. And then later there was a big trench, and it was filled with bodies. Some were dying, some were trying to steal food, and the guards were dispersed all over, and we actually saw a guard move into a house, and we chased him in, and he was an officer, and the prisoners who were there tore him apart, just killed him right there. We lived in Mauthausen, which was an idyllic little Austrian town on the river. But you could smell the camp in town. And all the villagers, of course, said they didn't know anything about the camp. And the local priest said he didn't know anything about the camp. And I knew that was a lie because you could smell the camp. You could just smell death. So it was a horrible, horrible experience. And then we came, at least I came to think, well, you know, this effort has been worthwhile. There was a real reason to do this. These were inhuman things that were being done to people. Other Americans were witnessing similar horrors at other camps. Ray Leopold, a medic from war. دوست عزیز من آقای جورج هارونیان در کنار من هستند. آقای هارونیان عزیز، درود به شما که محبت کردید به برنامه ما آمدید. ولی هر بار که من این فیلم ها رو میبینم نمیدونم، یک حالت ویژه‌ای به آدمی دست میده و فکر میکنه که
جنایت میتونه به این صورت، یعنی انقدر انسان‌ها قصیر قلب باشن که دست به همچی کاری بزنن. اولا با درود بر شما و بینندگان عزیز و سپاس از اینکه بار دیگر به من این فرصت رو دارید خدمت شما باشم. بله متاسفانه انسان‌ها از این اتفاقات متاسفانه داریم می‌بینیم در این روزها درسی هنوز نیاموختن و یا فراموش کردن در دورانی که 70-80 سال از نزدیک 80 سال از پایان جنگ جهانی دوم میگذره و از هولوکاست میگذره. بله متاسفانه انسان‌ها قسیل قلب هستند و انسان‌ها از تاریخ یاد نمیگیرند و برای این هستش که در این مورد به خصوص یهودی‌ها آنقدر پافشاری میکنند و آنقدر تأکید میکنند که بشریت نباید هولوکاست رو نادیده بگیره و فراموش بکنه. و همطور که خودتون میدونید متاسفانه یکی از مسائل مورد بحث و در واقع میشه گفت سیاسی روزگار امروز ما در میان کسانی که ستیز میکنن با یهودی ها همین ماجرای هولوکاست هستش. بله متاسفانه و من همیشه فکر میکنم چه من خودم در ایران با بسیاری از دوستان یهودی بزرگ شدم و فکر میکنم که یک پیوند ویژه‌ای بین ما و یهودیا هست و اون کوروش بزرگه. و وقتی که میبینم که حکومت اسرائیل تمر راجع به کوروش منتشر میکنه بسیار سرفرازم. و در این مراسمی که به این مناسبت امسال شد گفتم جایزه ویژه‌ای به شاهزاده رضا پهلوی دادن و شاهزاده صحبت‌هایی کردن که من وقتی که به صحبت‌ها گوش میکردم نکات جالبی رو در این صحبت‌ها دیدم. شاید برای نخستین باره که ارزش ویژه‌ای شاهزاده قائل شدن برای کسانی که جانشون رو برای آزادی، برای دموکراسی در راه ایران از دست دادن. شاید ما بارها یادمون رفته که سرلشکر رحیمی، خسروداد، جهانبانی و بسیاری از افرادی که جانشون رو از دست دادن مقاومت کردن در مقابل حکومت کودتا. و در این صحبت‌هایی که شاهزاده کردن این نکتهش برای من بسیار جالبه. اجازه بدید که با هم گوش بکنیم به صحبت‌های شاهزاده. برمیگردیم و با شما خواهیم بود و بسیار صحبت داریم راجع به تمام جنایاتی که در جهان انجام شده. با ما باشید. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I wish to thank Rabbi Shmuley and the World Value Network for having considered me and inviting me to be honored tonight. I am humbled and deeply touched by this recognition. I also thank Michael Steinhardt for his kind introduction. Many of you here tonight know that Iran has a foundational connection to the universal concept of freedom. The Cyrus Cylinder is considered to be the first charter of human rights in which Cyrus the Great freed the Jewish slaves in Babylon and helped them rebuild their temples. 25 centuries later, during the dark time of the Second World War, when most of the world was turning a blind eye to the decimation of European Jews, Iran was one of the few countries that welcomed and sheltered Jews that escaped Europe. A fact that is a source of pride for my country and my family. But while Iran has this proud history, my own compatriots have been held hostage for 37 years by a clerical regime that abuses the very notion of freedom. Since I left my beloved Iran, I have dedicated my life to fighting for my compatriots' freedom and their human rights. I do appreciate the fact that by recognizing my efforts, you have demonstrated your care and concern about the plight of the millions of Iranians who have suffered under the repression of the clerical regime ruling my homeland. I dedicate
this recognition to the brave Iranians who have lost their lives in the struggle and to those who continue to fight for freedom. To General Rahimi, Khosrodad and Jahanbani, to Prime Minister Hoveda and our first female minister, Farokhroo Parsa, and many other brave military and civil servants who were executed shortly upon Khomeini's return to Iran. To Prime Minister Shapur Bakhtiar, Fereydun Farrokhzad, and many other dissidents who were assassinated on foreign soil by the regime's terrorists. To Neda Aqa Sultan, Mohammad Mukhtari, and so many young protesters who were killed during the 2009 Green Movement. To 17-year-old Mona Mahmoudnejad and Simin Sabiri, who were executed for being Baha'i, and to all those Baha'is who were forced into exile. To Christian priests and converts, Haik Hovsepian, Mehdi Dibaj, and Tatos Mikaelian, who were all murdered because of their faith. To countless members of the Iranian Jewish community, so few remaining, mostly now in exile, who have always defended their Persian heritage with passion and stood up to the clerical dictatorship. To the Gonabadi dervishes and all persecuted Sufis, to Ayatollah Kazemin Burujerdi, who has been jailed and tortured for many years, but who continues to bravely preach secularism and the separation of religion and state. And to all civil activists, journalists, lawyers, workers, students, and educators who have defied repression and continue to fight injustice in our national struggle for freedom. Ladies and gentlemen, the list of atrocities is long, but the extent of the regime's damage to our society is not limited to discrimination, torture, and executions. This regime has also destroyed an economy that once had the highest GDP in the region prior to the revolution. It has turned Iran into a pariah state and has also destroyed Iran's delicate environment. I am particularly concerned about the extremely serious damage to Iran's ecosystems, particularly as it relates to desertification, mass soil erosion, and poor water management. Iranians devastated by desertification may now be forced to migrate to other regions of the country with very little chance for employment, housing, and access to resources. We have already seen, sadly, in the news, Iranians counted among the flood of human misery that is washing up on Europe's shores. Officials have predicted that in the next decade, millions of Iranians will be migrating from Iran. This will certainly mean a greater number of refugees attempting to reach Europe or take the sea to reach the coast of Australia, increasing the instability to world order. Ladies and gentlemen, you may ask yourselves, why have we come to this? Well, it is very apropos that we are gathered tonight in the spirit of values. I have argued all these years that what we face today is not, as some politicians or journalists have described, a clash of civilizations or a war of religions. Rather, I believe that we are experiencing a war of values. There are those like us who believe in human rights, equality, and who stand united against all kinds of discriminations. And there are those like the Islamic Republic and ISIS's of this world who believe in the domination of a single, perverted ideology at the expense of all those who do not belong in their gang. Let me be clear, we cannot coexist, period. This is a real battle. Only one side
will prevail. The ultimate question is, are we as dedicated to fight for our shared values as the other side is? I say we better be. Thank you very much. خب آقای هارونیان عزیز، خیال میکنم که صحبت‌های جالبی بود. بله. برای من که نام بردن شاهزاده از کسانی که جانشون رو در این راه از دست دادن و همینطور صحبت کردن راجع به بهایی‌ها، این ایرانی‌هایی که چرا باید کشته بشن و چرا باید امروز بچه‌هاشون به دانشگاه نتونن برن و بسیاری از یهودیانی که ایران رو ترک کردن که همیشه فکر میکردن ایران بهترین جایی است که قوم یهود آمده زندگی میکنه، هم از نظر تحصیلات، هم از نظر بسیاری از دوستان یهودیمون، هموطنان عزیز یهودیمون تحصیلات عالیه در دانشگاه‌های ایران دارن و هنوز هم اینجا دارن استفاده میکنن. بسیاری از طبیبایی که در ایران تحصیل کردن امروز جزو اطبای بسیار بسیار با ارزش اینجا هستن و شاهزاده یاد کردن، از فریدون فرخزاد یاد کردن، از مرحوم هویدا، از فرخرو پارسا، از ندا آقا سلطان، از دراویش، از همه اینها برای من بسیار جالب بود. نظر شما در این باره چیه؟ حالا عرض شد که من درود میفرستم به شاهزاده رضا پهلوی. سخنان بسیار سنجیده‌ای بود. البته اشاره بکنم به این که این محفلی که ایشون در شرکت کردن برای شخص من و کسانی که شاید دیدگاهی که نزدیک به فکر من هست رو دارن، این که در واقع آینده ایران، آینده بهتر ایران بسیار گره خورده با آینده بهتری که همه ما، همه اونهایی که دلبستگی به اون منطقه و به اون کشور ایران داریم خورده. و وقتی که صحبت از ارزش‌های مشترک کردن، واقعا اگر منصفانه فکر بکنیم به هیچ وجه مسئله نیست که ما نژادمون چیه، مذهبمون چیه، چه نوع ایرانی هستیم. اگر ارزش‌های ما احترام به حقوق دیگران هستش، اگر ارزش‌های ما این هستش که همه در مقابل قانون باید مساوی باشند، اگر ارزش‌های ما این هستش که هر کسی حق اظهار نظر داره، هر کسی حق به اصطلاح تحصیل داره، این مسئله هستش. و من فکر می‌کنم رضا پهلوی از این موقعیت بسیار جالبی که بهش داده شده بود حد اکثر استفاده رو کرد و پیام بسیار با ارزشی رو به شنوندگان و البته به تمام دنیا فرستاد و باید ازش تشکر کرد. حتی اگر کسانی با بعضی از اقدامات شاهزاده رضا پهلوی شاید موافق نباشند، ولی در این مورد به خصوص به عقیده من ایشون بسیار کار مثبتی کردند. فکر میکنین که این حکومت جمهوری اسلامی به چه دلیل ویژه‌ای با یهودی‌ها سر جنگ داره؟ هر شبت که این یک مطلب بسیار سوال مهمی هست، جواب هم چندین موضوع هستش. فرمودید با یهودی ها، البته اونهایی که من به هیچ وجه دوست ندارم در مورد متون مذهبی افراد، حتی مذهبی که خودم درش زاده شدم، زیاد بحث بکنم، ولی 100% یک ریشه های مذهبی وجود داره. اونهایی که بسیار معتقد هستند به تاریخ اسلام و رشد اسلام، که به هر حال در زمان آمدن حضرت محمد و پیروانش، خب یهودی های در عربستان بودن، اینها مخالفت میکردن، اون رو به عنوان پیغمبر قبول نداشتن و جنگ خیبر و جنگ های دیگر، در نتیجه یک تاریخچه‌ای از اون لحاظ وجود داره. ولی البته به عقیده من یهود ستیزی که در میان سردمداران جمهوری اسلامی هستش، یک مقداری آبشخورش یهود ستیزی است که از اروپا تزریق شده. یعنی به هر حال یهودی‌ها رو به عنوان افرادی که متفاوت هستند و
متاسفانه در حالی که در اسلام در قرآن بسیار اشارات به حقانیت ملت یهود به اون سرزمین اسرائیل و اون منطقه شده، از درش هم چیزایی پیدا میکنن که از اون استفاده کنن. برای اینه که من فکر نمیکنم راجع به مسائل مذهبی بحث بکنم، چون مذهب رو میشه همه جور ازش استفاده کرد. ولی در دوران امروز آقای خمینی و بعد از اون پیروانش، به هر حال مسئله کشور اسرائیل و به وجود آمدن کشور اسرائیل رو یک پیراهن عثمان بسیار مهمی کردند و ازش استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن برای ستیز خودشون با یهودیان. فراموش نکنیم صحبت‌های معروف آقای روح الله خمینی رو، زمانی که در سال 1342 اون اتفاقات در تهران و قم 15 خرداد ایشون در خطبه معروف خودش پرسید آیا محمد رضا شاه یهودی است؟ آیا یهودی زاده است؟ این صحبت ها رو مطرح کرد. یعنی میخوام بگم که یهودی بودن از دیدگاه افرادی مثل خمینی و طرفدارانش یک گناهه، یک مسئله بسیار منفی هستش. چرا با یهودی ها مشکل دارن؟ به عقیده من طرفداران و به اصطلاح متفکرین جمهوری اسلامی با هر کی که با خودشون متفاوت هستش مسئله دارن. با سنی ها که شیعه نیستن مسئله دارن، بهایی ها، دیگران و هر کسی که تابع و در زیر لوای آنها باشد، پرچم اسلام باشد و جزیه بدهد و سرشو بلند نکنه، به هر حال میتونه در سایه آنها زندگی بکنه. این اون چیزیست که میخواهند و متاسفانه در دنیای امروز بسیاری زیر بار این حرفو نمیرن. من فکر میکنم که در جهان انسان اهمیت داره. بله. نه اون که چگونه فکر میکنه، باید انسان‌های خوبی باشیم. و مذهب یه عقیده شخصی هر کسی است که داره میاد و همیشه آرزو داریم کشوری داشته باشیم که هممون با هر عقیده و با هر مذهب و با هر ایدئولوژی و با هر سلیقه‌ای زندگی بکنیم و حکومت کاری به اون کار نداشته باشه. یعنی ما در همین آمریکایی که زندگی میکنیم هرگز کسی حق نداره از کسی سوال بکنه در هیچ اپلیکیشنی که پر میکنن کارکنان مذهبتون چی هست، برای که امر خصوصی افراده. باید نگاه بکنیم ببینیم که دنیا چگونه به دموکراسی رسیده. یکی از کارهایی که بسیاری از کشورهای پیشرفته امروز جهان میکنن اینه که ضمن این که به مذاهب همه مردم احترام میگذارن، اما اجازه نمیدن که هیچ مذهبی بتونه مزاحم مردم بشه به هر دلیلی. و همیشه باید ما درس بگیریم از اون چه که دیگران کردن و ببینیم کشورهایی که با حکومت‌های اسلامی، من چون خودم ایرانی هستم و اسلام زادم، با دقت میگم که با این روش اداره میشن کدامشون تونستن پیشرفت کنن. بله. فرقی نمیکنه حکومت‌هایی که در خود همون اسرائیل که اکثریتش رو یهودی ها تشکیل میدن، اگر کارهای افراطی مذهب که ببخشید خاخام ها اجرا میکنن یه روزی بتونه حرف اول رو در اسرائیل بزنه، خیال میکنم یکی از کشورهایی است که باید مثل جمهوری اسلامی گذاشتش کنار. اینطوره؟ بله. نه ببینید، بنای کشور اسرائیل از آغازش بر مبنای احترام به قانون و قانون مدنی به اصطلاح پایش ریخته شده و البته همواره یک به اصطلاح یک مبارزه و یا یک مسابقه بین آنهایی که شرع یهود رو میخوان حاکم امور بکنن و کسانی که اکثریت حتی از افراد مذهبی هستن که قانون رو ارجح میدونن. و خدا رو شکر من فکر کنم در کشور اسرائیل این گونه مسائل به هیچ وجه همچین خطری وجود نداره. حکومت قانون و احترام به قانون و دادگاه ها و این گونه مسائل هستش. نه، اونجا این مسائل رو ما نداریم. خب به من بفرمایید که شما یک فعال دوستان یهودی ما هستید. شما به عنوان گروهی که به شما هم بالاخره این حکومت جمهوری اسلامی ظلم کرده، بسیاری از شما
آواره جهان هستیم به خاطر اون حکومت. در مورد کسانی که دارن مبارزه میکنن مثل شاهزاده رضا پهلوی چگونه فکر میکنید و چقدر میتونید ساپورت کنید که بتونیم به جایی برسیم که این بوی آزادی به مشامامون برسه؟ بله، هر شبت که سوال بسیار پرباری کردید از بنده و من باید که خیلی با حساسیت سوال شما جواب بدم. هر شبت که من فکر میکنم که در مورد جامعه‌ای که به اون تعلق دارم، یهودی ها چون که در عرض قرون بر ایران فرق نمیکنه جای دیگه، همواره به صورت یک گروه کوچکتر، حالا اسمش اقلیت هستش، اقلیت مذهبی بودن، همواره تشکیلات و به اصطلاح برای حفظ امور خود، مدارس بچه‌ها، امور داخلی، همواره یک تلاش دوگانه‌ای داشتن که خود رو حفظ بکنن و در نتیجه من فکر کنم در این خروج اجباری، در این کوچ اجباری، گرچه بسیاری ضررها، خانواده ها از هم پاشیده شدن و بسیاری اتفاقات ناگوار، من فکر میکنم جامعه ما با اون سابقه و اون تجربه تاریخی که داشته تونسته خودش رو تا یه حد زیادی حفظ بکنه. در نتیجه میبینیم که چقدر سازمان های اجتماعی مختلف وجود داره. ولی در مورد این که راجب سخنان شاهزاده رضا پهلوی، ببینید، من شخصا بعد از عنوان یه شخصی که چندین سال، شاید 35-40 سال هستش که در امور جامعه فعالیت میکنم، به این نتیجه رسیدم که ما که در ایران زاده شدیم و این دست خودمون نبوده، در ایران زاده شدیم، یک فرهنگ یهودی به ما یاد داده شده و فرهنگ ایرانی، هر دوشو هم دوست داریم و در این شرایط تاریخی که ایران یکی از کشورهای مهم دنیاست به هر دلیلی که واقعا به خاطر من مسئله سوق الجشی، مسئله نفت، مسئله اتم، همه مسائل، کشور ایران کشور مهمی، من فکر میکنم که ما، جامعه ما، فعالین جامعه ما میتونن بسیار و باید نقش آفرین باشن. به عنوان نمونه همین صحبت من و شما، که من امیدوارم که این صحبت که در کمال خلوص نیت دارم صحبت میکنم، که بتونم یک پل ارتباطی و یک رابطه باز و نزدیکتر با بقیه ایرانیان به وجود بیاد، از سوی دیگه در فعالیت‌های دیگه این پیام رو به یهودیان امریکایی کشور اسرائیل ما برسونیم که پر واضحه و این پیام به نظر من بسیار خوب تا حالا مطرح شده. ملت ایران ملت بسیار با ارزش، با یک فرهنگ و یک تاریخ پر ارزش و تمدن بسیار والایی هستش. ملت ایران ملتی است که کوروش بنیانگذار اون فرهنگ بوده و اون منش کوروش در میان ملت ایران، اون منش انسان مداری، احترام به حقوق دیگران وجود داره و چاره‌ای نیست که سرمایه گذاری و هدف دیگران برای آینده ایران باید با ملت ایران باشه، نه با جمهوری اسلامی و نه با دولت آن، زیرا که این دولتی که الان در ایران حاکم هستش به نظر من با ارزش‌های، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن، ارزش‌هایی که زامن تعالی ملت ایران هستش رو نمایندگی نمیکنه. و اگر سوال شما رو درست جواب داده باشم، به نظر من این نقشی است که برای خودم و برای جامعه خودم در نظر میگیرم که این واسطه و این معرف و این پل ارتباطی باشه. ممنونم از توضیحاتی که دادین. من همیشه شاهد بودم که تمام کسانی که یهودی هستند و ایرانی هستند و زبان شیرین فارسی رو دارن صحبت میکنن، یک تعهد و یک ارزش ویژه‌ای برای کشورشون قائل هستن. هر واقعی که در ایران اتفاق میفته، من در مجالس و محافل که دوستان اون هستم میبینم که بحث هایی که میکنن برای اونها بسیار با ارزشه و
به هر حال ایرانی هستند. همونطور که در آغاز گفتم که هر کسی با هر مذهبی، با هر ایدئولوژی، با هر فکری میتونه در یک مملکتی باشه، ولی به هر حال ایرانیه. امروزه زبان مادری شما فارسیه و این کشور ایرانه و یک رابطه بسیار حساسی هم هست که همیشه ازش یاد میکنن یهودی ها، اون کوروش بزرگه که نامش در تورات شما اومده. بله بله، ببخشید من صحبت شما رو یک انکدوتی، یک اتفاقی به یادم اومد که بله، در تورات یهود کوروش به عنوان ناجی مطرح شده که در واقع اون پیامبران یهود پیش بینی کردن که یک ناجی میاد و ما رو آزاد میکنه از دست بابلی ها و کوروش میاد. حالا این رو بذاریم جای خودش. معروف هستش که وقتی ناصرالدین شاه میرود پاریس فرنگ و در اونجا بهش میگویند که یک گروه از یهودیان فرانسوی میخوان به شما دیدار بکنن، برای اون که در نظر داشتن در ایران مدارس آلیانس رو اونجا تأسیس بکنن برای پیشرفت جامعه یهودی ایرانی که اون موقع در گتوها و محلات بودند، به ناصرالدین شاه میگویند که ما در تورات ما صحبت از کوروش شده و ناصرالدین شاه معروف است. حالا اینا امیدوارم افرادی که تحقیق میکنن این رو برند برای من به من ثابت کنن که شاید غلط دارم میگم، که ناصرالدین شاه نمیدونسته این مطلب رو و راجع به کوروش و نقش کوروش اطلاعاتی به اون صورت نداشته. و یعنی در منظور این که یهودی ها این مسئله مهم تاریخی رو همواره نگه داشتن، همواره از او به نیکی یاد کردن و همونطور که گفتی تنها کشوری که من میدونم تمر به نام کوروش کبیر چاپ کرده ایران نبوده، اسرائیل بوده و این بسیار با ارزش و باعث افتخار بنده هستش. ممنونم از لطف و محبتتون. به هر حال ما همه ایرانی هستیم و چو ایران نباشد تن من نباشد. بزرگتون عرض کنم که دوست مشترک ما و شما آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا گاهی اوقات کارهایی میکنه کارستان و چند سال پیش یک کتاب 4 جلدی راجع به هولوکاست به چاپ رسید. بله. و امسال یک کتابی به نام ناانسانیت، ناانسانیت در این مورد که نقاشی‌های اردشیر محسس، این طراح کاریکاتوریست و نقاش به نام ایرانی که یادش زنده باشه و همیشه به یاد او هستیم و زنده یاد، در این کتاب چاپ کردیم. و من میخوام اگر اجازه بدید بعد از اینکه پیام‌های بزرگانی رو دیدیم صحبت کوتاهی داشته باشیم با آقای اردشیر بابک‌نیا و امیدوارم ایشان هم صحبت‌های شاهزاده رو دیده باشن و یادی بکنیم از فعالیت‌های ایشان و ارزش بسیار برای کتاب‌هاشون قائل هستم، چون 14-15 سال زحمت کشیده و تحقیق شد. ببینید تحقیق کردن کار راحتی نیست آقای هارونیان عزیز. نه. تحقیق درست انجام دادن، حرف زدن راحته. یه نفر میاد میگه اصلا هولوکاست دروغه، خیلی خوب میتونه بیاد، ولی اون کسی هم که میگه راسته و جنایت شده و اینم کشته شده، اون چرا که تحقیق میکنه و اون چرا که جمع میکنه بسیار با ارزشه. و امیدوارم که در همه موارد راجع به تاریخ، راجع به مسائل مختلف که صحبت میکنیم تحقیق کنیم. خیلی خیلی همینطوری سرسری در مورد افراد، در مقابل، در مورد گذشته و در مورد همه چیز ما به قضاوت ننشینیم. بله. و همینطور اگر اجازه بدید با هم میریم پیام‌های ویژه این برنامه، پیام‌های بازرگانی رو نگاه می‌کنیم، برمیگردیم با آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا تلفنی این صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. He's
پیشگاه دیدار برنامه ای از احمد رضا بهارلو، جمعه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا. توجه فرمایید، کلر ویلیام ریلتی تا آخر ماه می به مراجعه کنندگان تخفیف ویژه‌ای ارائه خواهد کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کنید. اگر کار می‌کنید و شاغل هستید، پس چرا با پرداخت اجاره خانه پول خود را دور می‌ریزید؟ شما می‌توانید با پرداخت مبلغی بسیار کمتر از اجاره صاحب خانه خود شوید و مالک 100% ارزش افزوده سالیانه خانه خود باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در کلر ویلیامز ریالتی تماس بگیرید. 1-800-992-823-15 1-800-992-823-15. اگر کار می‌کنید، پس چرا با پرداخت اجاره خانه پول خود را دور می‌ریزید؟ آیا به دلیل کردیت بد از پیشرفت در زندگی باز مانده اید؟ با مراجعه به کردیت ریپر اسپشالیست به مدیریت آریان اقبالی، نویسنده و ناشر کتاب کردیت بهتر زندگی بهتر، با سالها تجربه با کردیت بد خود خداحافظی کنید و پنجره جدیدی از سازندگی و امید را به روی خود باز کنید. با تماس با کردیت ریپر اسپشالیست از همین امروز کردیت خود را بازسازی کنید تا به تمامی خواسته های خود از قبیل خانه، اتومبیل و دیگر احتیاجات مالی که تاکنون به دلیل کردیت بد افسوس آن را می‌خوردید دستیابید. همچنین توسط کردیت ریپر اسپشالیست می‌توانید از بدهی‌های سنگین خود خلاص شده و آن را به حداقل برسانید و تولد دوباره مالی خود را با آسودگی خاطر شاهد باشید. کردیت ریپر اسپشالیست فرشته نجات شما از کردیت بد و بدهی‌های سنگین. 1-800-516-1182 1-800-516-1182 دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در زمینه‌های تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. شماره تماس 866-570-70. آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتباً در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 و یا 415-656-5178. ساختن آینده ایران وظیفه و مسئولیت تاریخی همه ماست. آینده ایران با حسین لاجوردی. تهیه و اجرا بهمن فتحی. دوشنبه ها 10:30 صبح به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی اندیشه. بسیار محبت میکنید که برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. همانطوری که گفتم از طریق تلفن با آقای اردشیر بابکنیا، دکتر اردشیر بابکنیا میخوایم چند کلامی صحبت بکنیم به خاطر آخرین کتابی که ایشون محبت کردن و برای ما درست کردن، برای اینکه خیلی از نکات تاریک تاریخ جهان رو بشناسیم صحبت بکنیم. اسم کتابشون ناانسانیته. همین ترکیب من بسیار بهش علاقه مندم، برای اینکه لغت نا منفی جلو انسانیت میاد و بسیار زیباست. آقای بابکنیای عزیز، درود فراوان بر شما دکتر گرامی. درود
درود بر شما و بینندگان عزیزتون و مهمان گرامیتون آقای هارونیان. ممنونم ازتون. میبخشید که یعنی من باید در برنامه ویژه‌ای راجع به کتاب‌های شما با شما به گفتگو بنشینم. ولی این کتاب اخیرتون بیشتر از همه برای من جالب بود. البته جالب بود به خاطر طرح‌هایی که اردشیر محسس، زنده یاد اردشیر محسس در این باره برای شما انجام داده و کتاب رو زیباتر کرده. شما قبلاً هم 4 جلد کتاب راجع به هولوکاست داشتید که محبت کرده بودید، به منم داده بودید و من تمامش رو خوندم و واقعاً خوندم، برای اینکه هولوکاست قسمتی از تاریخ جهانه. یعنی ما که در این کره زمین زندگی میکنیم باید اول بشناسیم اون چرا که در این کره زمین انجام شده، این ظلمی که شده. البته من اشاره کردم به بلایی که سر ارامنه در 1915 آوردن، برایی که استالین سر مردم خودش آورد و همین حکومت جمهوری اسلامی در دهه 60 با زندانیانش چه کرد و هزاران نفر رو اعدام کرد. این اگر واقعا بخوایم تاریخ رو ورق بزنیم تمام اوراقش به نوعی خونینه. خب بفرمایید راجع به کتابتون آقای دکتر عزیز. ممنونم از این فرصت. همچنین که فرمودین، هولوکاست یک پدیده و یک فاجعه یهودی نیست. هولوکاست یک فاجعه انسانیه و به نظر من این یک یورش و حمله است که نازی‌ها به خانواده بزرگ انسانی داشتند و هر کسی، چه یهودی چه غیر یهودی، هولوکاست رو بخواد یک مسئله یهودی بدون اشتباه میکنه. هولوکاست هم که فرمودین یک مسئله اخلاق انسانی است و یک شکست اخلاقی دموکراسی است. و این کتاب جدید جناب کاردان کتابی است که من با همکاری اردشیر محسس حدود 30 سال پیش شروع کردیم. اردشیر برای من، چون میدونست من میخواستم سالهای بعد مطالبی راجع به هولوکاست بنویسم، حدود 300 نقاشی راجع به هولوکاست، جوانب مختلف هولوکاست، چه از دیدگاه ستمگران، چه از دیدگاه ستمدیدگان و یا حتی نظارگران هولوکاست کشیده بود که اینو، این گنجینه رو من حدود 30 سال در قلب خودم نگاه داشتم تا زمانی بتونم اونو همراه بکنم با یک نوشته هایی که با این نقاشی های اردشیر، طرح‌های اردشیر تلفیق بشن. همچون که میدونین کتابشم خدمتتون دادم 2 سال پیش، این کتاب به زبان انگلیسی تهیه شد به اسم Humanity Not که این 2 سال روش من کار کردم با تعدادی از دوستانم و این کتاب ترجمه شده به فارسی و اسمش از ناانسانیت. این کتاب راجع به تاریخ، ارقام و چگونگی هولوکاست نیست که کجا اتفاق افتاد، به چه کسی اتفاق افتاد، چند نفر بودن، در چه تاریخ بودن، اونها در کتاب های فارسی نوشته شده. این کتاب راجع به اخلاق و عواطف یا عدم اخلاق و واقعا عواطف در دوران هولوکاسته. به طور مثال اینکه چگونه یک انسان و یا یک گروهی از انسان‌های به اصطلاح پیشروترین، پیشرفته‌ترین انسان‌های دوران خودشون آلمان بتونن به درجه ای از اخلاق انسانی سقوط بکنن که بتونن در روز 5000، 10000 و حتی 1 نفر رو بکشن، یک انسان بیگناه، یک کودک بیگناه، یک دانشمند رو، یک دیگراندیش رو، و هیچ احساس پشیمانی و گناه نکنن. و یا اینکه یک سرباز جوان آلمانی وقتی که به اون دستور میدادن که این کودک و مادر رو با هم دیگه تیراندازی بکنه، اینا بسیارشون خودشون بچه‌های کوچیک داشتن
بچه های دو سه ساله شیرخواره داشتن، احساساتی رو که اونا در کتاب های خودشون، کتاب خاطرات خودشون، در نامه هایی که به همسرشون، در نامه هایی که به پدر مادرشون نوشته شده انعکاس شده از زبان خودشون، من در این کتاب منعکس کردم. و یا مادری رو که سه تا در یک روز از گتوی به اسم گتوی لاج در لهستان 20,000 کودک زیر 9 سال رو با آشویتس می‌فرستند، و یک افسر آلمانی در کتاب خاطراتش می‌نویسه در اون روز 15,000-20,000 مادر در ایستگاه قطار جمع شده بودند، صورت خودشون پاره می‌کردند، لباسشون رو می‌دریدند، موهاشون رو می‌کندند، شیون می‌کردند، شیون داد می‌کشیدند. میگه یک مادری که فرزندانش رو برده بودن، میگه یک فریادی کشید که تمام فریادها رو ساکت کرد. میگه طور این فریاد طوری بود که مثل یک خنجر رفت توی حتی قلب افسر نازی، و این مادر رو گرفت به طرف قطار پرد کرد و برو فرزندت رو توی قطار بکش بیرون. مادر به سوی قطار میره و این گفته ها رو یک افسر نازی در خاطراتش نوشته. میگه مادر به طرف قطار میره، سه تا فرزندش دستشو میگیرن که مادر ما رو نجات بده، مادر منو نجات بده، ولی افسر نازی بهش میگه نه، فقط یکی را انتخاب کن، یکیشونو میتونی نجات بدی. و مادر دست خالی از قطار میاد بیرون. این کتاب احساسات و عواطف انسانی رو یا عدم وجودش رو در این دوران تاریک تاریخ بشر انعکاس کرده، و من بسیار باعث مباهات منه که این کتاب توسط به نظر من بزرگترین نقاش 50 سال گذشته ما، اردشیر مؤسس، نقاشی‌هاش کشیده شده، عکس‌هاش کشیده شده، و من امیدوارم که این یک وسیله باشه که من بتونم این فاجعه رو، عمق عاطفی اخلاقی یا عدم عاطفی و اخلاقی این فاجعه بزرگ انسانی رو بتونم به مردم فارسی زبان جهان و مردم کشورم ایران هدیه بکنم و بتونم الغاش بکنم. ممنونم آقای دکتر عزیز. من فکر میکنم که ما مردم، بین ما و بین دوستان یهودیمون همیشه یک پیوندی است که به سالهای خیلی پیشه، و همیشه با هم دیگه زندگی خیلی خوبی داشتیم. امروزه اگر حکومتی در ایران هست که نمیخواد این پیوند باشه، دیگه این ما هستیم که باید در خارج از کشور یک پیوند ویژه‌ای بین خودمون داشته باشیم که بتونیم در مقابل اون دیکتاتوری که فقط داشتیم با آقای هارونیان صحبت میکردیم، حکومت امروز ایران فقط با یهودی ها در ستیز نیست، با هر جامعه غیر از خودش در ستیز هست. و حتما خبر دارید که در روز پنجم، یعنی شب پنجم ماه می که سالگرد هولوکاست است، در یک مراسم ویژه‌ای جایزه اختصاصی به شاهزاده رضا پهلوی دادن و ایشون صحبتی کرد که صحبت رو پخش کردیم و بسیاری نکات جالب در این صحبت بود که شاید پایه‌گذار پیوندی باشه و امیدی باشه برای همه ما ایرانیان که باید در مقابل دیکتاتور بیست. من با تو موافق هستم، منتها فقط این مسئله انسان دوستی، بشر دوستی ایرانی و ایرانیان فقط در دوران حکومت کوروش به نسبت به یهودی ها نبوده. در دوران هولوکاست هم، در زمانی که به نظر من تاریکی همه جا را فرا گرفته بود و درهای رحم و شفقت به همه جا بسته شده بود، کشورهای بسیار محدودی بودند، شاید 2 یا 3 کشور در جهان بود
نیست که اینا پناهگاهی برای قربانیان فراری از دست هیتلر بودن، که یکی از این کشورها برای همه ایرانیان عزیز من میگم که کشور ما ایران بوده، که یک گروه 25,000 نفری از فراریان نازی از پناهندگان در آن دوران به ایران میرن که 1200 نفر از اونها رو کودکان یهودی و همراهانشون تشکیل میدن که مدت 13 ماه در تهران در فرودگاه دوشان تپه در یک اردوگاه زندگی میکردن و هنوز بسیاری از این کودکان زنده هستند. و خیلی جالبه در حالی که این کودکان 6 سال در حال گردش بودن که از لهستان به فلسطین خودشون رو برسونن، به خاطر اینکه طولانی ترین زمان پناهندگیشون در تهران بوده، به این بچه ها میگن بچه های تهران، و یا حتما از مسئله جناب عبدالحسین سرداری و اقدامات قهرمانانه ایشون برای نجات بیش چند صد نفر یهودی ایرانی و افغانی که به مرگ حتمی محکوم شده بودن رو همه در کتاب آقای فریبرز مختاری خوندن. و این پیوند که فرمودین پیوندی است که بین دو ملت هستش که من فکر نمی‌کنم هیچ کس و هیچ قدرتی بتونه این رو برای مدت طولانی بکسله. ممنونم آقای دکتر عزیز، آقای دکتر بابک‌نیا. امیدوارم که قبول بفرمایید که در یک برنامه ویژه‌ای راجع به همه کتاب‌هاتون و راجع به مطالب که می‌فرمایید بیشتر صحبت بکنیم و مردم رو بیشتر آگاه بکنیم. ما وقتی که آگاه شدیم بهتر میتونیم درک بکنیم که مبارزه یعنی چی، دموکراسی یعنی چی، آزادی یعنی چی و انسانیت یعنی چی. و کتاب شما ناانسانیت خیال میکنم که ترکیب زیبایی است به خاطر تمام جنایاتی که در طول تاریخ به انسان شده، خود انسان به انسان کرده. و بسیار متاسفم، خیلی ممنونم از اینکه متشکرم خوش. از دعوتتون خوش. و با کمال مباهات برای بنده و همیشه براتون آرزوی موفقیت میکنم عزیزم. ممنونم دکتر عزیز، خیلی متشکرم، مرسی. من ادامه برنامه‌تون از تلویزیون میبینم. خواهش میکنم، متشکرم، مرسی. خب ببینید، بسیار بسیار کار دکتر به نظر من با ارزش و مطلبی رو گفتن واقعا هممون متاثر کردن. یعنی انسان میتونه اینقدر ظالم باشه؟ من نمیدونم، ولی گاهی اوقات که با بچه هم با خانم هم صحبت میکنم میگم که انسان میتونه اینقدر ظالم باشه، میگه تو اینطوری فکر میکنی؟ دنیا پر از انسان هاییست که متاسفانه مثل تو فکر نمیکنن. خب یک نکته ای رو که الان شما بهش اشاره کردین قبل موقع که آگهی ها پخش میشد و به یاد من اومد، جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که انجام میده نمایشگاه کاریکاتور هالوکاست، بله، که در اینجا بسیاری از نقاشان و کاریکاتور کشان ایرانی در اون شرکت میکنن و کاریکاتورهایی در راجع به نفی هالوکاست اونجا میگذارن، نه اینکه بخوان جنایات رو بگن، راجع به نفی هالوکاست و جایزه میگیرن بر این باره. یعنی یک نوع نمیدونم چجوری بگم، چجوری بعضی از هنرمندان راضی میشن. گاهی اوقات داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم، ببخشین حرف تو حرف میاد، باید بگم که چگونه بعضی از بازیگران امروز ایران، هنرپیشه ها، همکاران عزیز ما، حاضر میشن در چیزهای شرکت بکنن، نقشهای بازی بکنن که تاریخ رو تحریف کرده، همه چیز غلطه و بازی میکنن. و مثال آوردم آقای هارونیان عزیز که در همین آمریکا که راهیابی به هالیوود یکی از مشکل ترین کارهاست، بازیگران ایرانی داریم که جزء آرزوهاشون اینه که در یک فیلم های آمریکایی نقش هایی داشته باشن، ولی وقتی میفهمن که اون نقش نقشی است که ایرانی رو حقیر کرده، ایرانی رو تروریست کرده، نمیرن بازی کنن. بله. و این اصلا خیلی با ارزشه. بله.
نمیرن بازی کنن، برای اینکه میبینن که یک جوری به تاریخشون، یک جوری به مملکتشون، یک جوری به میهنشون دارن ظلم میکنن، خیانت میکنن. ولی در داخل ایران حالا چون صحبت از کاریکاتوریستاست و خب پول میگذارن و اینها بله. و اما مدتی پیش شما شرح بدین که یکی از خبرنگاران با وزیر امور خارجه‌مون راجع به این موضوع صحبت کرد. بله. بفرمایید شما. بله بله. چون صحبت از زنده یاد اردشیر محسس شد بله. و واقعا هنر رو در راه انسانیت به کار برده بود، واقعا نمونه جالبی است که همونطوری که مثال میذارن که یک چاقوی تیز رو یک جراح برای نجات یک انسان استفاده میکنه، ولی یک انسان برای بریدن سر داعش مثلا برای بریدن سر استفاده میکنه. متاسفانه این ماجرای مسابقه بین المللی کاریکاتور، یعنی از تمام جهان شرکت میکنن و آقای ظریف وقتی که در نیویورک بودن با خبرنگار بسیار معتبر آمریکایی خانم رابین رایت که ایشون همواره یک نرمش خاصی نسبت به سردمداران جمهوری اسلامی دارند و یک علاقه‌ای به اون حالت انقلابی ایران متاسفانه بسیاری از ژورنالیست‌های غربی دارند، از ایشون سوال میکنن که چطور میشه که شما در جمهوری اسلامی مسابقه کاریکاتور هولوکاست رو انجام میدید؟ و ایشون بسیار با صراحت و با یک قیافه حق به جانب میگن که ما در مملکتمون هر کسی میتونه هر کسی کاری بخواد بکنه، به ما مربوط نیستش. و در حالی که مثال میزنه که شما در مملکت خودتون مثلا کوکلاس کلان دارید که مگه شما دستور بهشون میدید که این کارا رو بکنن، در حالی که به هر حال هر انسان منصف و آگاهی میدونه که در ایران جمهوری اسلامی هیچ برنامه و هیچ حرکتی بدون اینکه این آقایون تشکیلات اجازه بدن انجام نمیشه. و همونطور که شما مطلع هستید اینا بودجه نمیدونم 30-40 هزار دلار جایزه رو از کجا میرن میارن؟ یعنی به هر حال دولت میده، دولت میده. و آیا شهرداری تهران که مسئول این برنامه هستش با دولت جمهوری اسلامی ربطی به هم نداره؟ و واقعا باعث خجالت هستش. و همونطور که آقای ظریف در دوربین ها نگاه کرد و گفت ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، ایشون هم در این مورد با کمال شجاعت یک دروغ بزرگ رو به جهانیان گفتن. ببینید مسابقه کاریکاتورهای هولوکاست در واقع ببینید انکار هولوکاست، انکار یک کشتار، همونطوری که ارامنه دارن 100 سال فریاد میزنن و من شخصا کاملا اعتقاد دارم که حرفشون حقه و باید اون کشتار به رسمیت شناخته بشه در جهان. نسل کشی باید به نسل کشی بوده دیگه. و حالا اشاره میکنم که در اون موقع وقتی که آلمان ها یه 10 سال 15 سال بعد از این ماجرا اینا ثبت شده، میگن که اگر جهانیان در این مورد ساکت موندن پس ما هم که اگر برای یهودی‌ها این نقشه ها رو داریم هیچ خبری نخواهد شد. برگردم به مسئله انکار هولوکاست. انکار هولوکاست در واقع تایید هولوکاست هستش. انکار یهود ستیزی در واقع یک اونور سکه یهود ستیزی است. و اونهایی که به هر حال دنبال یک راه حلی هستن که جمهوری اسلامی رو از این گونه اتهامات مبری بکنن، متوجه باشن که جمهوری اسلامی بسیار هوشیارانه و بسیار با دقت دامن میزنن به این فعالیت‌های ضد یهودی. و من واقعا انتظار دارم که ملت ایران هرگاه ما از هولوکاست و این کشتارهای نسل کشی های تاریخ درس اگر نگیریم و انکارش بکنیم محکوم هستیم که باز دوباره تکرار بشه. و این در زمانی که در تمام جهان در کشورهای غربی که حتی مطرح کردن
دروغ گفتن درباره هولوکاست یک گناه و یک جرم محسوب میشه، چون انقدر اروپایی ها به این مسئله پایبند هستن، در جمهوری اسلامی ایران اینها قشنگ با روی باز و با برنامه دقیق این برنامه ها رو دارن اجرا میکنن، که به هر حال امیدوارم که ملت ایران مطلع باشه و آگاه باشه و انتقادات خودش رو و رد کردن این برنامه ها رو انجام بده. خب مطالب زیادی هست ولی من 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من اتاق کنترل خواهش میکنم تلفن ها رو روی صفحه بگذارن و من خطوط رو باز میکنم که اگر دوستان در این مطلب و مطالبی که عنوان شد نظری داشته باشن با دقت گوش بکنیم و احترام دارم به عقاید همه. خیلی هم ممنونم. اما اجازه بدید که قبل از اینکه خط ها رو باز بکنیم و دوستان روی خط بیان، یک نکته ای رو در مورد همون خبرنگار که اعلام کردید که گوشه چشمی اون خانم خبرنگار به جمهوری اسلامی داره، زمانی که آقای روحانی آمده بود به پاریس برای اینکه قراردادهای متعدد خودش رو ببنده از جمله با کمپانی‌های هواپیمایی ایرباس و غیره و غیره، همه کسانی که اون قراردادها رو امضا کرده بودن، یکی از خبرنگاران روشنفکر اروپایی آمد در بین کسانی که در محافل و مجالسی بودن که قرارداد امضا کرده بودن، بهشون گفت شما میدونید که با چه کشور دیکتاتوری قرارداد بستید؟ شما میدونید که با کشوری که حقوق بشر رو رعایت نمیکنه حکومتش، شما میخواید کار بازرگانی انجام بدین، بهشون جنس بفروشین و غیره و غیره؟ جواب اونها این بود که با این کشورهاست که میشه پول در آورد، با کشورهای آزاد اینها که نمیشه این کارو کرد. و متاسفانه در همه جای دنیا هستن پایینا. با یکی از خطوط صحبت میکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای کاظم، همینطور مهمون عزیزتون. ممنونم. همینطور اون آقایی که از طرف تلویزیون تلفن صحبت کردن، بی نهایت برای ایشون من ارزش قائل میشم، نه فقط من، همه افراد دنیا، بلکه این کارایی که ما به فارسی عامیانه میگیم کارهای خیره. ممنونم از. ولی مسئله که میخواستم به عرضتون برسونم اینه که ما هنوز با همدیگه یونیتی پیدا نکردیم. یعنی که هیچ وقت نشده که مثلا اسلامی ها و آخوندا میان میگن علی اکبر علی اصغر، گریه مردم رو در میارن. ایشون هم که الان در کتابشون گفتن که اون ناتسی آلمانی، افسر آلمانی گفته به اون مادر برو بچه تو بیار، خب وقتی آدم میشابه معموله که گریهش میفته. ولی بیاییم با خودمون رو راست باشیم، بیاریم اون ور سکر هم ببینیم. دولت اسرائیل با چکش فیزیکدان عراقی رو کشت که کار به اصطلاح برای اتم انجام میدن، خب به خاطر آن سکیوریتی خودشون. خیلی بد به هم خوردن اوضاع ایران اسرائیل اینجا سنده. بنده بعدا اگه خواستی هر کی خواست براشون سندشو فکس میکنم که اسرائیل دخالت داشت در این دخالت ها. خب کدوم دا اجازه بده، اجازه بده خودش برای ایران مهدی جان اجازه بده، اجازه بدید آقای کادم. نه اجازه بدید. من میخوام ببینم اجازه بدید. اجازه بدید شما که نیومدین یه چیز رو روش لعاب بدید. ما هموطنا همدیگه رو باید دوست داشته باشیم، با هم راحت صحبت کنید. بنده کوشه کنایه به مهمون شما نمیزنم، من دارم با راجع به حقیقت صحبت میکنم که همون قدی که هیتلر جنایت کرده دولت اسرائیل هم کرده، ولی منظورم نیست مهمون شما کرده، یک هموطن کلیمی منه. بس بیاین روشن صحبت کنین. منظور من این بود. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. مرسی قربان. میام رو خط بعدی. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به دوستان و جناب آقای هارونیان. صحبتی که داشتم در رابطه با اون چی که در شهر اصفهان من در بچگی یادم میاد این بود که پدرم میگفت ما با اکثر تقریبا اکثر قریب به اتفاق کلیبیان خیلی راحت هستیم، خیلی اینا مردم خوبی هستن، مورد اعتماد هستن. میگفتن که ما در وسط جوباره که یک
منطقه مهم یهودی نشین بود، با هم کاملا مثل دوتا دوست با همسایه ها با رفت آمد ها اینها داشتیم، هیچ مشکلی نداشتیم. ولی بعد از این حوادثی که در خاورمیانه عربی اتفاق افتاد و حمله به اسرائیل و غیره، یک جوی در ایران پدید آمد که اون جو باعث بدبینی مردم نسبت به اسرائیل شد و به یعنی فکر کردن مردم که خب این اسرائیل همون یهودی هستن، در حالی که دو تا موضوع بود. ولی قاطی شد و بعد از انقلاب هم که متاسفانه را بده کرد، ولی مسلمن این وضع از بین میره و امید هست که ما با تمام ملیت ها و مذاهبی که هست و پیروان اونها راحت باشیم و در آینده حتما اینطور خواهد شد. ممنونم ازتون. اولا از دوستان خواهش میکنم که اولا من تلفن کسی را قطع نمی کنم برای که داره صحبت میکنه، ولی بیایید با هم بدون مدرک و دلیل صحبت نکنیم و هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. بیاد بگیریم که وقتی که بحث راجع به یک مسئله هست، مسئله دیگری رو وسط نکشیم. ببخشید آقای هارونی، من حالا بزنیم به چند خط دیگه جواب بدیم و بعد با شما خواهم بود. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. الو. خواهش میکنم بفرمایید. سلام خانم. جناب کاردان، من مزاحم همیشگی شما هستم. بفرمایید. ممنون که تلفن منو میگیرین و به من جواب میدین. دیشب یک برنامه بود در 60 مینیت برای ایزدی ها یا یزیدی ها و بله. یه هولوکاست دیگه اونجا هست. بله. رو نمیدونم شما دیدین اون برنامه. بله. متاسفانه در همین زمانی که ما زندگی میکنیم بسیاری از نقاط جهان این هولوکاست هست. ما وقتی که راجع به این صحبت میکنیم برای اینکه نگاه مردم رو بیاندازیم به همه هولوکاستایی که در تاریخ بوده و هولوکاستایی که همین الان در کنار خودمون هست. یک چیز دیگه میخواستم ازتون خواهش کنم و اون این که وقتی ما صحبت میکنیم که بچه‌های ایران، سربازای ایران دارن میرن به سوریه برای حمایت از این حمایت، لغت حمایت خیلی لغت مثبتیه، کاش میگفتیم برای کشتن مردم سوریه میرن، برای هولوکاست مردم سوریه میرن. ممنونم. پارتی از اونا میشن و این اگر میشه ازتون خواهش کنم که به جای حمایت از بشار اسد میگفتیم که بچه های ماش. ممنونم. باید به قسمت خبر بگم، برای اینکه من که خبر نمیدم، من هرگز لغت حمایت از بشار اسد از زبانم خارج نشده، ولی ممنونم از تذکری که میدین. مرسی. من برنامه های دیگر رو عرض کردم. نه اصلا مسئله نیست، همه برنامه ممنون برن که حمایت داریم میکنیم. ممنونم از حمایت واقعا کلمه. ممنونم از لطفتون، محبت کردین تلفن کردین. مرسی. خواهش میکنم. و ممنون از جورج هارونیان. من فکر میکردم اسمشون مسیحیه. خدا نگهدارتون باشه. همه با هم برادریم. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام از من. من در پاسخ اون هموطن عزیزم که راجع به مقایسه رفتار آلمان نازی و دولت اسرائیل صحبت کرد، میخوام چند کلمه ای بگم. ایشون اونقدر بغض در وجودشون بود که متاسفانه باید که سعی میکردم بگن نه، ولی بسیار بود. من فقط میخوام یک تفاوت رو بگم، مطمئنم آقای هارونی خیلی بهتر هم میتونن توضیح بدن. کشتار هولوکاست کسی جریان سیاسی درش نبود، کسی اون بچه رو که اخبر قولی آقای بابکشی دیروز گفتن به خاطر یهودی بودن، اصلا نمیدونست یهودی بودن، چی داشت میکشت؟ در حالی که این اختلاف بین اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی به خاطر اینه که حکومت جمهوری اسلامی روزی هزار بار فریاد میزنه مرگ بر اسرائیل. خب معلومه یک کشور باید برای خودش دفاع بکنه. اینو شما نمیتونید با هم مقایسه کنید. من نمیگم دولت اسرائیل همه کارش درسته، ولی یک مخالفت سیاسی که بر سر یک جنگی است، بر سر یک ایدئولوژی است، با اون کشتار نازی‌ها فرق میکنه. و این هموطن عزیز من با واقعا نشون میده که چقدر این یهود سزیدی در وجودش نهفته است، با وقتی که سعی میکنه که بگه آقای روشنفکریه. حرف دیگه. ممنونم ازتون. مرسی. اولا یه نکته رو من بگم، الان با هم صحبت می‌کنیم و یکی دو تا خط دیگه هم بگیریم بعد تا 5 دقیقه دیگه بعد باید. اولا ما اینجا ننشستیم از حکومت اسرائیل دفاع کنیم و بگیم حکومت اسرائیل درسته یا غلطه. ما هموطنان یهودی داریم، ما
قوم یهودی که بهترین زندگی رو در ایران داشتن اکثریتشون امروز آوارن و در نقاط مختلف دنیا هستن و ما اینجا نشستیم از هیچ حکومتی دفاع کنیم، چه آمریکا باشه، چه اسرائیل باشه، چه اروپا باشه و غیره. ما بیشتر اینجا از آزادی، از انسانیت داریم دفاع میکنیم، نه از حکومت ویژه‌ای. ببخشید من چند تا خط دیگم جواب بدم، بلکه خودتون همه خواهش میکنم، کوتاه وقت نداریم. بفرمایید. من نکته هاییست که دوست دارم یه چند خواهش بفرمایید. خواهش میکنم با من صحبت میکنید آمید بازم. حتما در خدمتتون هستم. خواهش من خدمت از منه. با درود به شما و کاردم و مهمان عزیزتون آقای هارونیان. آقای کاردان، شما در کجای دنیا دیدید که یک ملت دشمنان خودش رو بپرسته؟ یعنی ملت در گروهی فریب خورده فارسی حرف بزنن و بیان دشمنان خودشون رو بپرستن. دیگه اگر 1400 سال پیش من و شما نبودیم و حمله عرب به ایران رو ندیدیم، دیگه 20 سال 30 سال پیش دیدیم که فلسطینی ها با باتون و چوب و تفنگ سر هموطنان ما چه آوردن، دیگه این رو دیدیم. که و شمایی که میای و بدبختی و شیون و ماتم یک مادر رو به داستانهای خیالی یه آخون که طور به گرگه میندازه یک میکنی، برادر من یه مقدار فکر کن، یه مقدار فکر کن، دنیا داره به ما میخنده. از همه اینا رو بذارین کنار، آقای کاردان عزیز، ما باید مدیون اسرائیل هستیم که 68 سال اومده سپر بلای ما ایرانی ها شده که اعراب از دست از سن ما ایرانی ها برداشتن. با فلسطینی ما چه وجه مشترکی داریم؟ اصلا فلسطین به ما ایرانی ها چه مربوطه؟ اسرائیل اگر یهودیان دنیا و یهودیان ایرانی با اسرائیل هم دردی دارن و نقطه مشترک دارن، برای که سرزمین پدریشون اسرائیله، ولی بقیه ملت ایران با فلسطین چه وجه مشترکی دارن؟ به خودمون بیاید. بس دیگه، شب روزتون بخیر. ممنونم از لطف و محبتتون. ما خطوتمون همه اشغاله، متا 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای بفرمایید که توضیحات. ببینید، مطلب بسیار بسیار مهمی باید مطرح بشه و اون مسئله اسرائیل هستش و فکر نمی کنم در عرض 2-3 دقیقه بشه کاملا توضیح داد. ولی من یک تیتری رو مطرح می کنم و امیدوارم شما اینقدر من لطف دارید در یه زمان دیگه شاید چند نفر بشینیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. ببینید، صحبت از یهود ستیزی سالهاست، قرنهاست داره میشه. یهود ستیزی یک ویروسی هستش که این ویروس در شرایط مختلف شکل یک شکل دیگه ای وارد قضیه میشه، همونطور که ویروس سرماخوردگی بدن انسان رو تحت تاثیر قرار میده. یهود ستیزی امروزی ما دشمنی با اسرائیل، نه دشمنی و انتقاد از کشور اسرائیل، چون کشور اسرائیل و سردمدارانش مانند خیلی آدمایی دیگه انسان هستن، اونها هم اشتباه میکنن یا سیاست هاشون مورد قبول بعضی ها نیست، ولی تشبیه اسرائیل با حکومت نازی، خواستار بودن از بین رفتن اسرائیل، یا این که میان میگن یهودی ها که اسرائیلی ها نیستند. دوست عزیزی که از لهجه شیرین اصفهانی صحبت میکردن، حدود 200,000 شاید بیشتر یهودی از ایران رفتن اسرائیل و اون کشور رو با زحمات خودشون ساختن و الان اونجا هستن. و خیلی هم جالبه که یک زمانی راجع به این موضوع صحبت کنیم که چقدر اونها سفیر دوستی ایران و اسرائیل هم هستن در اون کشور. پس این مبحث رو میخوام دوستان عزیزم که در چند دقیقه نمیشه طرز فکرها رو عوض کرد، ولی امروزه اگر کسی منکره این باشه که اسرائیل حق دفاع از خودش داره، اسرائیل حق موجودیت داره، یهودی ها مانند دیگران میباید که حق دفاع از خودشون داشته باشن، و اگر کشور اسرائیل قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت، این البته تز من نیست، یه بحثی هستش که اون کشتار هولوکاست با اون صورت احتمال خیلی زیاد انجام نمیشد، چون که به هر حال یک مأوا و یک محلی برای دفاع خودشون یهودی‌ها می‌داشتن.
این مسئله رو من هر وقت مطرح میکنم زودی بعضی ها در فکر خودشون میان یا القا میکنن که او این اسرائیلی شد، ایرانی نیست. نه به این چیز اینطور نیستش. دلیل به وجود آمدن کشور اسرائیل و استقلال دوبارش قابل بحثه، چون همین هفته سالگرد استقلال اسرائیل هستش. و اینکه یهودی که در ایران زاده شده، همونطور که دو سه نفر خانومی که بهشون ارادت دارم تلفن زدن، یهودی های زاده ایران، ایران رو بسیار عشق دارن بهش، فرهنگ ایران، ادبیات ایران در وجود ما هستش، نمیتونیم این رو انکار بکنیم. ولی در این حال کشور اسرائیل رو هم دوست داریم، حق موجودیتش رو مطرح میکنیم و امیدوارم که دوستان ما، اونهایی که این موضوع براشون یه خود ثقیله، بنشینیم یک بار در یه جلسه و جلسات این موضوع رو بازش بکنیم. بله اسرائیلی ها خیلی اشتباهات میکنن، بسیار کارهای غلط میکنن، ولی آیا اسرائیلی ها هستن که شیرینی و شکلات بین مردم خودشون پخش میکنن وقتی یه نفر رو میرن میکشن، سرشون میبرن یا به چاقو میزنن، و یا متاسفانه فلسطینی ها هستن؟ حالا نمیخوام که این مسئله رو فقط آغاز کنم و در چند دقیقه دوستان و عزیز ما که تلفن میزنن فرصتشون نداشته باشن، ولی امیدوارم در یه زمان درستی این موضوع رو بتونیم باز بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. ممنونم از لطف و محبت. ما فقط دو دقیقه دیگه برمی‌گردیم. من با یکی از خطوط فقط صحبت میکنم و عذر میخوام از بقیه خطوط که همه مدت‌ها روی خط بودن. بفرمید، خواهش میکنم. بله سلام، من آقای کاردان خدمت شما عرض کنم. ببینید مگه من شما یهودی هستیم یا باید فقایی باشیم؟ تمام ملت ایران دچار حمله این ها هستن. دشمن ما فعلا اینه. خواهش میکنم برنامه‌تون در رابطه با رژیم بذارید و کسانی که دعوت میکنید اجازه بهشون ندید که فقط مصدق و شاه بکنید. این همه از انحرافه. ما اینجا نشستیم فقط یه چاره برای این حکومت ننگین امروز داشته باشیم، نه مردم اون کشورمون رو نجات بدید. ممنونم. برنامه دفعه دوم میشه برنامه رو در این ساعت نگاه میکنیم که در رابطه با کشورمون یه چیزی بزنیم. ممنونم ازتون. به هر حال در مورد کشورمون باید آگاهی داشته باشیم، باید تاریخمون رو بشناسیم، باید مردممون رو بشناسیم، باید مذاهب مختلفی که در مملکتمون هست بشناسیم. ما همه با هم برادر و خواهر هستیم. ما باید این دوستی رو بین مردم رایج کنیم. ما باید پیام محبت بین همه بگذاریم و این پیام محبت و این آشنایی و این آگاهی است که ما را آماده میکنه که در مقابل دیکتاتور بایستیم. ممنونم از لطفتون. آقای هارونیان بسیار محبت کردین در برنامه شرکت کردین. خیلی متشکرم. و من عذر میخوام از کسانی که نه به هیچ وجه، به هیچ وجه صحبت هایی که شده اینها، ولی به هر حال باید یاد بگیریم به صحبت های همه گوش 100% و باید یاد بگیریم که با هم دیگه به قول ما نمایشی ها دیالوگ داشته باشیم، ولی دیالوگی که بسازه، نه دیالوگی که نفاق ایجاد کنه. ببینید عقده ها باید باز بشه، باید حتما. افراد حرفشون رو بزنن و من از شما واقعا واقعا از صمیم قلب تشکر میکنم که این فرصت رو دادید که بنده کوچکتر بتونم یک چند کلمه خدمتون باشم و خدمت هم وطنان عزیز هم ایرانیان دیگر بتونم یه چند چهار کلمه نظرم رو خدمتشون بگم. ممنونم از لطفتون. با تشکر مجددا از شما، با تشکر از آقای بهروز مشکیار در اتاق کنترل کارگردان برنامه و با تشکر از شما که به برنامه‌های تلویزیون اندیشه توجه می‌کنید. شب‌ها و روزهای خوبی برای همه آرزو می‌کنم. درود بر شما.